سلام به یه قسمت دیگه از برنامه آنسافت خوش اومدین. توی این قسمت میخوایم راجع به شخصی صحبت کنیم که بدون اقرار شاید بهتون بگم که تنها شخصیه که توی هالیوود از ماتریکس خارج شده. این آدم یک زمانی موفق ترین بازیگر و کمدین روی زمین بود تا اینکه یک سری اتفاقات خیلی عجیب براش افتاد و متوجه شد که اون کسی که فکر میکنه نیست و این دنیا اون چیزی که فکر میکنه نیست. این آدم سعی کرد که به ماها حتی اخطار بده و توی دردسر افتاد. امروز میخوایم داستان زندگی جیم کری از صفر تا صد. You have such an incredible talent for physical comedy. Where did that come from? Desperation. Desperation. I had a sick mom, man. I wanted to make her feel better. اینکه چی جوری واقعا این آدم از ماتریکس خارج شد، اینکه چه رازیو میدونه که من و تو هم اگه که از حرفاش یاد بگیریم شاید بتونیم یک قدم نزدیکتر بشیم به اینکه زنجیرای ماتریکس رو از دست و پامون بشکنیم و آزاد بکنیم. Is that a gang sign if you like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? شخصی که از بی پولی و بی خانمانی میرسه به جایی که 20 میلیون دلار فقط واسه یه فیلم در میآورده. شخصی که به قانون جذبه اعتقاد داره و با دیتیل توضیح میده که چجوری تو میتونی هر چی که تو زندگیت میخوای جذب کنی و به دست بیاری. باز تکرار میکنم، از اینکه خونه نداشته توش زندگی کنه و تو ماشین زندگی میکرده به 20 میلیون دلار میرسه. این شخص شخصی نیست جز جیم کری. پس مثل همیشه اگه برات جالبه و میخوای که بیشتر راجع به این موضوع بدونی، ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to be. You take the red pill, you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. جیم کری همونطور که خودتون میدونین یکی از بزرگترین بازیگرای کمدی عصر بوده. وقتی که گذشته جیم کری با الانش رو نگاه میکنی خیلی این آدم تغییر کرده. به جایی رسیده که بعضیا فکر میکنن که این روانی شده، چرت و پرت میگه، خزعبلات میگه و از حالت یک بازیگر هالیوود به یک درویش ریشوی عجیب غریب در اومد. و ما میخوایم امروز از کودکی شروع کنیم داستانو گفتن و اینکه قرار گرفتن توی هالیوود و توی معرض ایلومیناتی باعث شد که این آدم چجوری پوست بندازه و ماسک رو برداره و خود واقعیشو به ما نشون بده. اصلا خود واقعیش کیه؟ همیشه وقتی که از جیم کری میپرسن که چی شد که تو یه کمدین شدی، تعریف میکنه که مامانش بسیار آدم افسرده‌ای بوده و جیم کری همیشه دو تا شخصیت رو بازی میکرده. یه شخصیتی که توی اتاقش تو دنیای خیالیش بوده، از خودش میپرسیده که این دنیا چیه، ما آدم‌ها از کجا میایم، به کجا میریم، معنی زندگی چیه و سوالای فلسفی. و یه شخصیت که از در اتاق که میرفته بیرون میشده یه دلقک برای اینکه حال مامانشو خوب کنه و جو خونه رو خوشحال نگه داره. هر چقدر که میتونسته جوک میگفت و مسخره بازی در میآورده و این میشه یه کاراکتری که شروع میکنه بازی کردن. I had a job at least in my own mind and that was to make my mother feel better. Funny people have sick moms generally. It's born out of wanting to make somebody feel better. از اون ور پدر جیم کری مردی بوده که خودش خیلی شوخ بوده و یک قسمت خیلی بزرگی که جیم کری ازش الهام میگیره رفتار شوخ پدرش بوده. پدرش کسی بوده که ساکسیفون میزده تا به جایی میرسه که پدرش میره بیمارستان و برای اینکه پول بیمارستان رو بدن ساکسیفون باباشو مجبور میشن که بفروشن. اونجاست که از یک آدم بلند پروازی که هنرمند بوده و عشق این چیزا رو داشته مجبور میشه بره و بشه یک حسابدار. چی میکنه؟ با من یک حسابدار کار میکنه و بعد از مدتی اتفاق خیلی ناراحت کننده میفته و اونم اینه که کارش رو از دست میده. After 35 years he loses a job as an accountant. Mm-hmm. Then what? Oh gosh, it became clear to me that there is no safe living, there's no safe job.
I spent, you know, 8 hours after school scraping pubic hairs off the urinals. و توی خارج وقتی که کارت از دست میدی بعضی از آدم‌ها خیلی به مشکل می‌خورن چون پس انداز و ملک و هیچی ندارن و اتفاقی که میفته اینه که اینا خونه‌شون رو از دست میدن و شروع می‌کنن توی ون تو ماشین زندگی کردن و جیم کری میگه که بابام اون موقع هم شوخ بود در حدی که میگفتن بابا ما فقیریم. And he'd say, "No son, we're rich as long as we have each other. Now get in the dumpster." تا وقتی که عشق تو زندگیت هست فقیر نیستی. حالا خم شو به کارت ادامه بده. اون موها رو از چاه توالت تو حموم درار. یعنی به جای رسیده بوده که اینا چاه دستشویی و حموم مردم رو تمیز می‌کردن. جیم کری میگه که اون تاریک‌ترین دوران زندگیش بود و شروع کرد خیلی عصبانی شدن و عصبانی شدن و عصبانی شدن. بعد از اینکه همه عصبانیتاشو کرد و گله‌هاشو کرد، به یک نتیجه رسید و اون این نتیجه بود که باید به کائنات اعتماد کنه. اینجا وارد بحث قانون جذب میشه. که موضوع خیلی عجیب و جالب میشه. جیم کری میگه که هر شب میرفته روی تپه‌ای توی جاده میشسته و به شهر نگاه میکرده، دستاشو باز میکرده به سمت آسمون و رسماً چشاشو میبسته و تصور میکرده که برکت و یک آدم هدیه داره از طرف کائنات بهش داده میشه. I used to go up to Mulholland Drive every night. Sit on the side of the road, look out at the lights. And go, I'm a popular actor. Every director wants to work with me. I used to sit up there, you know, open my arms and imagine a giant funnel of gifts coming would come right in from the universe. I would drive home and think, well, I do have these things. They're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. و احساس شکرگزاری، احساس خوشبختی، احساس اینکه پولدارترین آدم زمینه بهش دست میداده و داستان به جایی میرسه که حتی یه دسته چک برمیداره و برای خودش یک چک 10 میلیون دلاری مینویسه که مینویسه این چک 10 میلیون دلاری برای آقای جیم کری برای فلان فیلم، برای یک فیلمی، یه پروژه فیلم. شما اینو داشته باشین که تمام این چیزایی که گفتم بهتون که جیم کری انجام میداده توی کتاب‌ها و توی کلاً علم جاذبه قانون جذب همه اینا رو توضیح میدن که تو باید همه این کارا رو انجام بدی و تصور کنی که داری اون چیزا رو. و جیم کری میگه که تو وظیفت این نیست که سوال جواب کنی از کائنات که چی جوری فلان چیزو به دست میارم، تو وظیفت اینه که یه درخواستی از کائنات بکنی و دیگه نگران نباشی که چی جوری به دستت میرسه. مثلا یه مثالی که راجع به این موضوع همیشه زده میشه اینه که تو یه چیزی رو سفارش میدی، دیگه نمیپرسی یارو چی جوری میاد دم خونت میده بهت، فقط دیگه منتظری که برسه. و برای قانون جذبم همینه، یه چیزی رو به کائنات سفارش بده، به خدا سفارش بده و دیگه بدون که میرسه دم خونه. I guess you know what I own when you think about it is my faith. That's what I own. Faith in the universe, faith in myself. Yeah. داستان میگذره و جیم کری شروع میکنه به شهرت رسیدن. جیم کری شروع میکنه فیلمایی بازی کردن که ایس ونتورا خیلی توش معروف میشه. جیم کری شروع میکنه فیلمهای کمدی رو بازی کردن و اون نقشی که بازی میکرده، اون حالتهای صورتی که توی فیلماش در میآورده، توضیح میده که میگه من وقتی بچه بودم ساعتها جلوی آینه بودم و فقط سعی میکردم که این شکلکای عجیب غریب و صورتو درارم و همیشه اینا رو تمرین میکردم. It was so much fun to me to sit in my room and make faces and talk to myself in different voices and things. It was, for me, it was all about when are we going to have company again and will I have the show ready to go? و آمریکا و دنیا عاشق این ادا اطفار و مدل شوخی کردن و بازیگری جیم کری میشه و به عنوان معروف‌ترین کمدین فیلماش شروع میکنه میلیون ها دلار تو باکس آفیس پول درآوردن تا میرسه به فیلم ماسکش. کتاب اون روز فیلم ماسک معروف‌ترین فیلمش میشه. Smoking. Star of the number one movie in the box office in the entire world at this very moment, The Mask. Please welcome Jim Carrey. جز که پدرش رو از دست میده. پدرش از دست میده و میگه که من میدونستم که پدرم حداقل اینو دید که من به هدفام و آرزوهام دارم میرسم. Jim, at the height of everything, your father died. Mm-hmm. Did your father know that you'd made this kind of success? Yeah. What did it mean to him? I don't think he knew the magnitude of it, but
He realized, you know, that I had reached my goal. اما این داستان ادامه داره و هدف‌ها و آرزوهاش خیلی عجیب‌تر و کلاً متفاوت میشه. پس تا آخر ببینیم که بفهمین راجع به چی صحبت میکنم. شهرت جیم کری به نقطه‌ای میرسه که به صورت بین‌المللی سود فیلم‌هاش توی باکس آفیس بین‌الملل به بیلیون‌ها دلار میرسه. یعنی میلیون دلاری هم رد میکنه و به بیلیون میرسه. If you add in the international figures, he has grossed more than $1 billion. و اونجاست که سر یک فیلمی بهش 10 میلیون دلار پیشنهاد میدن. دقیقاً مثل اون چکی که نوشته بود و میاد توی یک مصاحبه‌ای و اونجا نشون میده. کیف پولش رو وا میکنه و اون چکی که 6-7 سال پیش نوشته بود و در میاره، میگه این چک رو میبینی؟ من اون روز میدونستم که قراره امروز یه روز یکی بهم چک بده واسه یه فیلم بازی کردن به 10 میلیون دلار. Check out to myself for $10 million for acting services rendered. $10 million per picture. By Thanksgiving 1995. Wow, look at that. This is the actual. Don't wreck it. جیم کری به نقطه اوج شهرتش میرسه و اونجاست که شروع میشه یکم مصاحبه‌هاش عجیب شدن. حرفای میزنه مثل اینکه نجاتم بدین، خسته شدم. یکی منو از این وضعیت بکشه بیرون. Lord help man, get me out. به شوخی میگه، اما انگار که یه جورایی شوخی میخواد جدی حرفی بزنه که از این نقش کمدی تکراری داره خسته میشه و تصمیم میگیره که یک فیلم جدی بازی کنه به اسم The Cable Guy که برای The Cable Guy بهش 20 میلیون دلار پیشنهاد میشه. 20 میلیون دلار برای اون نقش پول میگیره که اون موقع کل مدیا رو این اتفاق میترکونه که مگه میشه یک بازیگر 20 میلیون دلار پول بگیره. اما جالبی اینجاست که چون این فیلم جدی بوده، تمام طرفدارا شروع میکنن بهش واکنش بد نشون دادن. همه میخواستن که توی اون نقطه کمدی نگهش دارن، هیچکی نمیخواسته که توی حالت جدی ببینتش و جیم کری از این موضوع خیلی ناراحت میشه و میاد توی مصاحبهش میگه که من شاید تغییر چیزی نباشه که مردم بپذیرن، اما من قراره تغییر کنم. من میخوام ببینم که اگه اون کاری که مردم میخوان و من نکنم، من کیم. No, I want them to know that it's a choice. I don't want to be the kind of human that just interjects with something funny all the time. Nice to meet you, folks. Fire Marshal Bell here. It's important. Because otherwise, you're just a sad person. They don't care. Don't you understand? I'm expendable. I need your help, man. Get me out. و مردم اول بهش جبهه میگیرن تا اینکه یک فیلم خیلی تاریخی از این آدم میاد بیرون به اسم The Truman Show. Comments are still headed. What else is on? Yeah, let's do what else. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's The Truman Show! Yeah! Good morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. What if? No scripts, no cue cards. Morning, Spencer. How's it going? What if you were watched every moment of your life? How many cameras you got there in that town? 5,000. I believe Truman is the first child to have been legally adopted by a corporation. That's correct. Brilliant. داستان ترومن شو برای اون کسایی که ندیدن توضیح میدم. ترومن شو یعنی برنامه ترومن. ترومن فامیل شخصیه که این آدم جیم کری داره نقشش رو بازی میکنه که داره زندگی ترومن رو نشون میده. از بچگی که نوزاد بوده به دنیا میاد، میره مدرسه، میره دبیرستان، میره تو رابطه، میره سر کار، برمیگرده و یک زندگی داره. ولی یه چیزی هست که تو به عنوان مخاطب میدونی اما ترومن توی اون برنامه نمیدونه، و اون اینی که اون نمیدونه که کل زندگیش داره فیلم برداری میشه و برای کل دنیا به عنوان یک برنامه پخش میشه. اون فکر میکنه که داره زندگی میکنه، فکر میکنه اون شهری که توشه واقعیه. تا حالا هم سفر نکرده به بیرون از اون شهر به خاطر اینکه یه ترسی از آب داره. این چیزی که نمیدونه اینه که تمام افراد اون شهر، مامانش، باباش، دوستاش، همه یه مش بازیگرن دورش که استخدام شدن که این برنامه‌ای که خودش نمیدونه داره توش بازی میکنه رو فیلم برداری کنن و برای دنیا پخش کنن و کل دنیا از بچگی تا بزرگی چومنو میبینن. و این فیلم راجع به اینه که این شخصیت یواش یواش میفهمه که توی ماتریکس گیر کرده. توی یک دنیای گیر کرده که داره تماشا میشه، داره فیلم برداری میشه، بعد میخواد از ماتریکس درآد، میخواد از اون محیط در بیاد.
و این فیلم خیلی خیلی موفق شد و مردم بالاخره شروع کردن جیم کری رو به عنوان یک بازیگر جدی هم جدی گرفتن. تا میرسیم به قسمت بعد زندگی جیم کری. جیم کری وقتی که هر چیزی که میخواسته رو به دست میاره به یک نقطه پوچی میرسه و بیداری روح بهش دست میده، spiritual awakening، و شروع میکنه از خودش این سوال پرسیدن که چیه که مهمه، من کیم، و نتیجه که بهش میرسه اینه که اون جیم کری نیست. As an actor you play characters and then if you go deep enough into those characters you realize that your own character is pretty thin to begin with, you know, and then you suddenly have this separation and go, well, who's Jim Carrey? Oh, he doesn't exist actually. جیم کری فقط یک نقشه، درست مثل ایس ونتورا، درست مثل ماسک، درست مثل تمام اون نقشایی که تو فیلماش بازی کرده. جیم کری هم یه نقشیه که بدون اینکه خودش بفهمه شروع میکنه بازی کردن. That even the me I created wasn't real. I'm into expanded consciousness. Like right now even sitting here. I am the audience. و به هیچ وجه خود واقعیش جیم کری نیست. اون میگه که من شروع کردم با خندوندن آدما، با آوردنشون توی لحظه، اونا رو آزاد کردن بدون اینکه بفهمم که خودم تنها کسی بودم که هنوز آزاد نشده بودم. پس شروع کردم کند و کاف کردن که بدون شهرت من کیم، اگه به آدم ها اون چیزی که از من توقع دارن ندم من کیم. و میگه اونجاست که به مرگ نفسی نزدیک میشه، اینکه نفس باید بمیره، ایگو باید بمیره، ایگو دث. و میفهمه که میگه بعضی وقتا ما نصف زندگیمون باید بریم دنبال تمام اون چیزایی که فکر میکنیم میخوایم تا اونا رو به دست بیاریم، مثل شهرت، مثل پول، مثل مقام، مثل موقعیت، مثل خیلی چیزای دیگه، که وقتی به دست میاریم ببینیم که هنوز یک چیزی درون ما خالیه، هنوز یه چیزی کمه. I've often said that I wished people could realize all their dreams and wealth and fame and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. I believe that I had to become a famous, you know, idea. Yeah. And get all the stuff that people dream about and accomplish a bunch of things that you know, that look like success in order to give up my attachment to those things. که حتی وقتی که میگه آدمایی که دیپرس میشن بدنشون داره بهشون میگه که من خسته شدم از این نقشی که تو داری منو مجبور میکنی بازی کنم، من دیگه نمیتونم این نقش رو بازی کنم. و میگه خودش داشته نقش جیم کری رو بازی میکرده، اما آیا واقعا جیم کری بوده؟ و جوابش نه. حالا پس که جیم کری کیه؟ وقتی اون ماسکو برداره کیه؟ جیم کری حرفی که میزنه میگه که مهم نیست، من مهم نیستم، اتفاقایی که داره میفته مهم نیست، شهرت، اسکار، موزیک، هیچ این اتفاقایی که میفته مهم نیست. ماها هممون یک نوری هستیم که پشت اون شخصیت ساختگی، پشت اون آواتار، پشت اون نقش نشسته و اون توی واقعیه و اونه که اهمیت داره و هر چیز دیگه که دورشه توی این دنیا فقط یک سری اتفاق بی‌ارزش و بی‌اهمیته. اون میره یه مدت غیب میشه و وقتی که برمیگرده به حالت واقعا یک درویش برمیگرده و شروع میکنه حرفای خیلی عجیب غریب زدن و یه سری اتفاقای عجیب میفته که اینجا وارد تئوری یا توتعه میشیم. یه اتفاق خیلی معروفی که افتاده که احتمالاً دیدین اینه که جیم کری میره تو برنامه جیمی کیمل و شروع میکنه نشانه ایلومیناتی رو در آوردن. دستاشو به شکل یک مثلث ایلومیناتی در میاره و زبونشو از لای اون مثلث میزنه بیرون. اونجا تو وقتی که این ویدیو رو میبینی صدای خنده میاد، اما میگن که صدای خنده رو بعدن اضافه کردن و همه توی اون آدینس، همه کسایی که داشتن نگاش میکردن اصلا شوک شده بودن. و میاد و اونی که داره مصاحبهش میکنه میگه این چیه داری چیکار میکنی؟ میگه چرا خودتو میزنی به اون راه؟ تو مگه نمیدونی؟ تا الان مگه نفهمیدی؟ Right. Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Oh, I like it.
این علامت ایلومیناتی، تو هم جزوی از ایلومیناتی هستی. من خسته شدم از اینکه شما ادا در میارین که هیچی نمیدونین و امشب اومدم که رازو فاش کنم، اینکه حقیقتو بگم که ایلومیناتی داره همه ما رو کنترل میکنه. جیمی کیمل که اونجا نشسته خیلی حالت شوک برخورد میکنه و میگن که اون خنده ها اضافه شده. خودتون بعد از این اتفاقی که میفته اینه که میگه تلفنم داره زنگ میزنه، بعد تلفن رو برمی‌داره، به حالت مسخره یهو تبدیل میشه به یه ربات که انگار مثلا از ایلومیناتی بهش زنگ زدن و کنترلش دارن میکنن. و بعد میگه من همه حرفایی که زدم مثلا جدی نبود، من خیلی خوشحالم که آیفون جدیدو دارم. یه سری چرت و پرت میگه، یه جوری که انگار داره مسخره میکنه این موضوع رو که ایلومیناتی الان داره منو کنترل میکنه. این داستان خیلی سوال برانگیز شد که آقا آیا جیم کری داره میاد مسخره بازی میکنه، داره مثلا همه رو مسخره میکنه که مثلا ایلومیناتی چیه، بهش اعتقاد دارین این مسخره بازی ها چیه، یا نه واقعا داره میاد واقعیت رو به ما بگه، یا نه داره میاد به شوخی شوخی بگه اما شوخی نداره و واقعا خیلی جدیه روی این موضوع. با توجه به شخصیت جیم کری و اعتقاداتی که داره از دنیا، از روحانیت، اینکه بیاد یه همچین ایده ای براش احمقانه باشه در حدی که مسخره کنه که شما به همچین چیزی اعتقاد دارین خیلی بعیده. اما تنها جوری که شاید میتونسته اینو به بیننده منتقل کنه و بلایی سرش نیاد این بوده که بیاد و یه جورایی انگار که داره شوخی میکنه، که ایلومیناتی هم نیاتونه بیاد بهش بگه تو چرا جدی اومدی مسئله رو باز کردی، چون میتونه بگه نه یه شوخی بود، اینه برنامه ریزی شده، یه جوک بود، یه مسخره بازی بود و صحتی نداشت و من داشتم اتفاقا مسخره میکردم کسایی که به این چیزا اعتقاد دارن و خیلی اعتقاد دارن که داستان اینه و اتفاقا جیم کری میخواسته حقیقت به ما بگه. اما این تنها اتفاق عجیبی نبوده که میفته. یه اتفاقی که میفته اینه که میره روی فرش قرمز یه ایونت خیلی مهم و مصاحبه‌گر شروع میکنه ازش سوال پرسیدن که اینجا چیکار میکنی، به نظرت این برنامه مثلا جالبه، این ایونت جالبه، نظرت چیه؟ و خیلی عجیب جیم کری جوابشو میده. There's no meaning to any of this. So I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join. And here I am. بهش میگه که من اصلا به نظرم این مراسم مهم نیست و میخواستم احمقانه ترین چیز و بی اهمیت و مزخرف ترین چیز رو پیدا کنم و فقط بیام ببینم چی جوریه. من واقعی نیستم، تو واقعی نیستی، هیچ کدوم از این اتفاقایی که داره میفته واقعی نیست و همه اینا یه توهمه، یه نمایشه، هیچ کدومش اهمیت نداره، ارزش نداره. I don't care. But Jim, you got really dressed up for the occasion. You look good. No, was I didn't that an accident? I didn't get dressed Who up. Who did? There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Okay. Yes. So what's happening in our world right now? Because there is a lot of news that actually is relevant that's not that Here's uplifting. The thing. It's not our world. None that's of this is key. Real? Nope. So you're just passing We don't through. Matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Okay. که زنه یکمش برمیخوره، میگه ما اینجا جمع شدیم که اسطوره ها رو جشن بگیریم، بهشون احترام بذاریم، اسطوره هایی که تغییر ایجاد کردن تو دنیا. و جیم کری میگه اسطوره چیه؟ من به اسطوره اعتقاد ندارم، من به هیچ کدوم از این چیزایی که فکر میکنی اهمیت نداره. و خیلی حرفای عجیب غریب دیگه میزنه که خودتون دارین میبینی. بعد از این داستان جیم کری یه مدت اصلا غیب میشه، گم و گور میشه، که خیلی‌ها میگه میترسن که این انقدر که اومده مثلا اومده که راجب ایلومیناتی و این بحث و صحبت کرده اینا قاطی کردن و یه بلایی سرش آوردن. اما بعد یه مدت میاد و یه حرف خیلی عجیب میزنه. حرفی که میزنه اینه که میگه که من استعفا میدم و میخوام برم و روی روحم کار کنم، روی خودم کار کنم، میخوام تنها باشم، برم نقاشی کنم و از این مشکلات دنیوی دیگه دوری کنم. من اون همه کاری که باید میکردم و کردم. و خیلی آدما دارن میگن که خب این چرا باید دقیقاً بعد از اون موضوع استعفا بده؟ واسه چی؟ خیلی عجیبه، انگار که مثلا این تئوری هست که میگن که انگار مجبورش کردن که تو باید استعفا بدی، نباید این کارا رو میکردی، این حرفا رو میزدی. حتی اتفاق وحشتناکتری که میفته اینه که دوست دختر قبلیش به صورت خیلی ناگهانی و عجیب بعد از اینکه اون اینترویوها رو انجام میده فوت میشه و اون عکسای و ویدیوهای فکر کنم عکس فقط ازش هست که داره تابوتش رو میبره جلو. و بعد شوهر اون دوست دختر قبلیش حتی ازش شکایت میکنه و میگه که جیم کری باعث مرگ این زن شده به خاطر اینکه قرصا رو اون بهش داده که قرص بخوره، که بعدن تو دادگاه میبازه این کیسو. اما خیلی هم میگن که اینا حمله های روحانیه که به آدما میشه وقتی که شروع میکنن با تاریکی و با ایلومیناتی جنگیدن. خلاصه که امروزه اگه که شما جیم کری رو ببینین از یه آدمی که فقط کمدی میکرد و فقط برای یه فیلم بهش 20 میلیون دلار میدادن و مشهورترین آدم روی کره زمین شده بود، الان به یک درویشی تبدیل شده که
90% حرفایی که میزنه آدم ها اصلا متوجه نمیشن و نمیفهمن، اما حتی تو حرفاش هنوزم میگه که ببین قانون جذب واقعیه، تو همین الان میتونی یه کار کنی که 2 سال دیگه میلیونر باشی. تو باید پیدا کنی که چی واقعا مهمه، تو باید پیدا کنی که تو زیر این نقشی که بازی میکنی، زیر این آواتار، زیر این تمام کنترلی که این دنیا داره روت میذاره و هی چیزای خوشگل مختلف و بیارزش رو میاره تو صورتت که نه ارزش اینه، ارزش اونه، تو باید بیدار شی. و برای همین میگم که این تنها شخصیه که با اینکه تمام ثروت‌ها و شهرت‌ها و لذت‌ها جلوش بود، از بچگی چون اون سوال این که فلسفه ما از کجا اومدیم تو ذهنش بود، تمام لذت‌های دنیوی هم نتونست جوابشو بهش بده و همه رو ول کرد و تصمیم گرفت که خود واقعیشو زیر ماسک جیم کری، زیر ماسک توقعات مردم ازش، زیر ماسک شکست و موفقیت پیدا کنه و به این نتیجه رسید که خودش حتی واقعی نیست، تو واقعی نیست، این دنیا واقعی نیست و هر چیزی که فکر می‌کنی ارزش داره ارزش نداره و زندگی خیلی عمیق‌تر است هر آن چیزیه که تو اصلا بتونی درکش کنی. براتون جالبه، من کلی اینترویو و صحبتاشو توی این ویدیو گذاشتم، میتونید برین بیشتر خودتونم از صحبت‌های جیم کری ببینین، چون خیلی آدم تاثیرگذاریه و به خیلی‌ها حتی کمک کرده تو زندگیشون، توی افسردگی و تو خیلی چیزای دیگه. خیلی خوب بچه‌ها، این بود از برنامه امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تو کامنت‌ها حتما نظرتون راجع به جیم کری و راجع به اینکه آیا دوست دارین باز هم راجع به آدم‌های دیگه که خاص هستن توی هالیوود و زندگیشون صحبت بکنم یا نه، و بیشتر دوست دارین راجع به این موضوع بشنوین یا نه. و این بود داستان بیرون اومدن جیم کری از میتریکس. اگه از این قسمت خوشتون اومد، لایک سابسکرایب و کامنتیاتون نره و تو کامنت ها حتما بگین که دوست دارین قسمت های بعد راجع به چی باشه، همچنین برنامه هایی راجع به اشخاص مختلف براتون جالبه یا نه. دوستان دارم، تا قسمت بعد خدافظ.